خب سلام، جادی هستم. 104 ممیز 5 داریم، کم کم میرسیم به آخرهای درس. وزن صفر یه چیزی که همیشه در حال استفاده ازش خواهید بود. حالا بعضی جزئیات ممکنه سراغش نریم، ولی بخشای بزرگش رو بسیار زیاد استفاده خواهید کرد. مدیریت دسترسی و مالکیت روی فایل. لازمه بتونین دسترسی رو فایل رو تنظیم کنین و همچنین مالکیت فایل ها رو انجام بدین، تغییر بدین یا تنظیم کنین یا هر چی بهش میگن. هدف چیه؟ بتونین تنظیم کنین پرمیشن ها رو روی فایل‌های معمولی و در واقع فایل‌های ویژه، استفاده کنین از اکسس مود هایی مثل SUID, SGID, Sticky Bit برای سکیوریتی، بدونین که چجوری باید فایل کریشن ماسک رو تغییر بدین و در این حال Use the group field to grant file access to group members. chmod رو باید بلد باشین، umask رو، chown رو و change group رو. خب، بذار اول توضیح کلی بدیم. تو دنیای لینوکس شما یه سری یوزر تعریف میکنین و یه سری گروه. تو خیلی از دیستروها مثلا دبیانیا یا اوبونتو به اصطلاح درست‌تر، وقتی شما یه یوزر تعریف میکنین، اون یوزر به اسم خودش یه گروه هم درست میشه و این عضو اون میشه. اگه شما یوزر جادی رو اد میکنین، همزمان یه یوزر جادی یه گروه جادی درست میشه، یوزر جادی عضو گروه جادی هم میشه. گروه های دیگه هم هستن و یه یوزر میتونه عضو چند تا گروه باشه. مثلا ببینین، من دستوری مثل هو امای رو میزنم که من کیم. میگه تو جادی. اینو که میدونستم. گروپس جزء چه گروهایی هم؟ جادی جزء گروه ادمین هاست، جزء گروه سیدی رامه، پس میتونه از سیدی رام استفاده کنه، میتونه سودو کنه، میتونه دیپ کنه، میتونه پلاگ دیوایس کنه، میتونه الپی ادمین داشته باشه، سامبا شیر کنه و از تور استفاده کنه. جالبه. حالا یا تور رو استاپ استارت کنه نمیدونم. به هر حال هر خیلی از برنامه ها میبینیم برای خودشون، مثلا سامبا که شیر با ویندوزه، برای خودش یه گروه درست میکنه، هر کی قرار ازش استفاده کنه عضو اون گروه میشه. اگر من همزمان میشدم روت، سودو سو روت، اگه میزدم هو امای میگفت شما روتین، اگه میزدم گروپس میگفت شما جزء گروه روتین. روت گروه های اضافی عضو نیست، چون شما وقتی روتین همه کار میتونین بکنین. دستور بامزه تر آیدیه که در واقع میگه آیدی هایی که به من اساین شده رو بگو. هر جا حرف از گروه میزنیم یا از یوزر میتونیم به جاش آیدی هم استفاده کنیم. هر گروهی آیدی داره در میاد. میگه که یو آی دی، یوزر آی دی من 100 یعنی جادیه. گروپ آی دی من 1000، ببخشید اینجا هم 1000 بود، یعنی اینکه گروه جادیه. عضو این گروه هم هستم، گروه 1000، گروه 4 که ادمنستری سیستمن، گروه 24 که سی دی رامه و عین بالا، فقط با جزئیات بیشتر. یادتون باشه آی دی هم گروه نشون میده هم یوزر. دو تا فایل این جریان رو تا حدی کنترل میکنن، کات etc پس w، همه یوزرها سیستم اینجا هستن. مثلا تو خطی که جادیه میگه جادی اینجاست، عضو در واقع شماره خودش اینه، گروه اختصاصش هم اینه، حالا هومش اینجاست و بقیه داستان ها. یه فایل دیگه هم هستش etc group، تمام گروه های سیستم هستن. بذاریم من تمام گروه های سیستم رو نشون بدم، فقط خطایی که توش جادی داره. سفرم پاک کنم، میگم همه گروه های سیستم رو نشون بده، فقط خطایی رو جدا کن که توش جادی داره. ADM جادی عضو بشه، CD-ROM جادی عضو بشه، sudo جادی عضو بشه. اوکیه؟ پس یک کلمه گروه داریم که جادی عضو شونه. یه دونه sudo هم بزنم، تک sudo جادی عضو بشه. ادامه بدید. به هر حال اینجوری در واقع تو اون دو تا فایل etc pass.w و etc group مشخص میشه که چه یوزرهایی داریم و عضو چه گروهایی. خب البته ما بعداً توی درس کامل‌تر درست کردن و اینا رو خواهیم دید، فکر کنم 102 که یوزر رو چجوری درست می‌کنیم، چجوری جزء گروه می‌کنیم و بقیه کارا. اینجا نمی‌خوایم اون کارا بکنیم، فقط داریم می‌بینیمش. اوکیه؟ حالا اونرشیپ‌ها چجوریان؟ من اینجا یه فایل درست می‌کنم تو دایرکتوری تمپم، یه فایل درست می‌کنم به اسم فایل. بعد میگم ls lang بگیر رو فایل. میگه فایل صاحبش جادیه، اونر فایل جادیه، گروه اونرش هم جادیه.
این دوتا میتونستن با هم فرق کنن. مثلا توی فدورا یوزر اسمش اینجاست، یعنی من اینجا جادیم، اینجا یه گروه عمومی به اسم یوزرز هست که همه یوزرهای سیستم هست و اون اینجاست اسمه. پس وقتی LS با L میگیرم اول یه سری دسترسی هم که نشون میدم، بعد حجمشه که چقدر جا گرفته، بعدش هستش صاحبش، گروهش. هر فایل یا دایرکتوری یا هر چیزی یه صاحب شخصی داره، یه عضویت توی گروه داره که من بتونم بگم این فایل مال این آدمه، مال این گروهه. حالا این گروه میتونن با فایلشون هر کاری میخوان بکنن، این آدم هم میتونه یه کارایی بکنه. چی کارا میتونن بکنن؟ اینجا این میگه چه دسترسی هایی داری. دقت کنین، 1 2 3 1 2 3 1 2 3، یعنی یه کاراکتر اولش هستش که فعلا باش کاری نداریم، بعدش سه تا جدا شده. این دسترسی هایی که یوزر روی این فایل داره. من به عنوان جادی، چون صاحب جادی هم، دسترسی هایی که دارم رید و رایت هست. میتونم بخونمش ببینم توش چی نوشته و روش بنویسم، تغییرش بدم یا حتی پاکش کنم، جزء رایته چون باید روش بنویسم که پاک بشه. سه تا اولی میشه مال خود یوزر، پس جادی این دسترسی ها رو داره. سه تا بعدی میشه همگروهی ها. هر کسی عضو گروه جادی باشه، چون اینجا جادیه به این ربطی نداره ها، ممکن بود یوزرز باشه، این دسترسی ها رو داره. هر کسی عضو گروه جادی بشه، من میتونم به یه آدمی رو عضو گروه خودم کنم. دوباره روش رید داره و رایت داره. سومی اگر بود یه ایکس بود به معنی اکزیکیوت، میتونه اجراش کنه. میبینیمش الان. اینم بقیه هم. کسایی که کلا تو سیستم هستن، نه خود جادی هن، نه عضو گروهی هن که جادی عضو بشه، در واقع این فایل عضو بشه. ببخشید، فایل مال گوی گروهه. میتونستم بگم گروه ادمینا مثلا با این فایل کار میکنن. فقط رید دارن، پس هر کس دیگه‌ای میتونه این فایل رو بخونه محتویاتش رو. این خیلی ایده خوبی نیست، سعی میکنیم اینو بعداً حذف کنیم. بزنین یه فایل دیگه درست کنم، بگم vi hello sh. یه برنامه است که میگه هلو، با بین بش ران میشه، اکو هلو اکو. اگر من اینو با sh ران کنم، یعنی دقیقاً به شل بگم اینو ران کن، برام مینویسه هلو. ولی نمیتونم همینجوری رانش کنم، lsl hello به من میگه اینه همونه دیگه، چون یه فایل ساخته شده، خودم بهش رید و رایت دارم، هم گروهیان بهش رید و رایت دارن، دیگران هم بهش رید دارن، هیچ کسی بهش را اگزیکیوت نداره. اگه بخوام بهش اگزیکیوت اضافه کنم که اجرایی بشه، میگم ch change mode، مودش رو عوض کن. چی کار کن؟ اینجا میتونم چند مدل بنویسم. اینو بعدم توضیح میدم، در واقع همین که بهتون گفتم، بیت اول، یعنی در واقع کاراکتر اول، بیت لغت درست نیست، هم کاراکتر میگه که این دایرکتوریه یا نه، یا یه چیز دیگه میگه که بعدم بهتون نشون میدم. 2 و 3 و 4، یعنی این سه تا میگن مال خود صاحب فایل چیکار میتونه بکنه. سه تا بعدی 5 و 6 و 7 میگن که هم گروهی ها، هر کی عضو گروه جادی بود چیکار میتونه بکنه، گروهی که این فایل به اون متعلقه. سه تا بعدی میگه بقیه چیکار کنه. 11 هم بعدن میبینیمش. خب میگم ch mod user x بهش اضافه بشه. user یعنی خود یوزری که فایل مال اون یوزره. چه فایلی؟ hello. حالا اگه اون ls رو بگیرم، میبینید user میتونه read و write و x کنه، یعنی من میتونم مستقیم اینو ران کنم، میگم این فایل رو اجرا کن برام، اجرایی میشه. اگر بیام بگم chmod عوض کن وضعیتش رو، یوزر x رو ازش بگیر، یوزر رو منفی x کن، دوباره این شکلی بشه، نمیتونم رانش کنم، این فایل اجرایی دیگه نیست. همین کار رو میتونم برای بقیه هم بکنم، بگم chmod یوزر و گروه مثبت x باشن، هم یوزر و هم هر کسی که عضو گروه جادی باشه میتونه این فایل رو اگزیکیوت کنه. ببین اینجا یه x اضافه شد، پس اون سه تا رو دید. مثلا یه فایل مثال بزنم، ls-l، اینجا spin fdisk رو مثال زدم. fdisk رو صاحبش که روته میتونه روش بنویسه، بخونتش یا اجراش کنه. همگروهیای صاحب، در واقع اکسس فایل چیه؟ اینجا هم روته. هر کسی عضو گروه روت باشه میتونه
بخونه و اجراش کنه. دقت کنید، خود شخص روت چون یوزر روت اینجاست میتونه روش هم بنویسه، ولی کسایی که عضو گروهی به اسم روت هستن دیگه نمیتونن روش بنویسن، فقط میتونن بخونن و اجراش کنن. همه بقیه یوزرهای سیستم هم میتونن بخونن و اجراش کنن. یعنی من اگه بزنم FTS چون جزو بقیه یوزرهای سیستم هم، نه عضو گروه روت هم نه یوزر روت هم، میتونم بخونم و اجراش کنم. حالا به من ارور میده که تو یه سری کارها رو نمیتونی بکنی چون روت نیستی، ولی برنامهش اجرا میشه. خب تقریبا فکر کنم این بخش بزرگ رو گفتم بهتون. این درک خیلی مهمه. حالا چجوری میتونیم این پرمیشن ها رو عوض کنیم؟ در واقع شما اینجا دیدینش، فقط چیزی که ندیدین اینه که ما مثلا اینو ببینید که با مزه است، تیکه اول هنوز نگفتیم چیه. فقط خود شخص جادی میتونه روش بخونه و بنویسه. یکی از ویدیوهاست که براتون ضبط کردم. هیچ کس دیگه ای نمیتونه روش هیچ کاری بکنه، یعنی نه کسی که عضو گروه جادیه، نه کسی که اصلا نه خود جادیه نه عضو گروه جادیه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا این اولی چیه؟ اینجا رو ببینین، یه دایرکتوری دارم به اسم اوربیت جادی که کلمه اولش دیه، کاراکتر اولش دیه. اگر دی باشه یعنی دایرکتوریه، اگر ال باشه یعنی شورت لینکه، سافت لینکه که تو درس‌های دیگه دیدین حالا یا می‌بینین. در واقع سافت لینک اگه بود ال بود، اگه دایرکتوری بود دی بود. یعنی اگه من اینجا یه دایرکتوری بسازم بگم mk dir new dir lsh l new dir، این برای اینکه خود توی دایرکتوری رو میگه، یه دی میذارم که منظورم خود دایرکتوری است. به من میگه یه دایرکتوریه که آدما خود صاحبش که جادیه بهش رید و رایت و اگزیکیوت داره، بقیه بهش رید و رایت و اگزیکیوت دارن. کسایی که تو گروه جادیان، همه آدمای دیگه سیستم هم که نه خود جادیان نه تو گروه سیستم هم بهش رید و اگزیکیوت دارن. اگزیکیوت در مورد دایرکتوری یعنی میتونن توش وارد بشن و ببینن چه فایلایی هست. اوکیه، رایت ندارن تا توش بنویسن. میتونن خود اسم دایرکتوری رو ببینن، توش هم میتونن دایرکتوری بگیرن از فایلایی که توشه وقتی اگزیکیوت دارن توش. خب حالا ما میتونیم چجوری این پرمیشن ها رو عوض کنیم؟ شما یه نمونه شو دیدین. من گفتم chmod user مثلا others منفی r، بقیه حق ندارن بخوننش حتی. چی رو؟ هلو رو. lsl hello. دیگران آرشون هم حتی ازشون گرفته شد. اگه بخوام حالا نگیرم و ندم و اینا فقط بنویسم چیه؟ میتونم مساوی بذارم. بگم بقیه مساوی رایت و آر رو دارن. مستقل از اینکه قبلا چی بوده، آر رو اینو بهش میده. یعنی حتی اگه من قبلا بگم x هم داشتن، یعنی همه میتونستن، همه بقیه سیستم که نجادیان نفلانن، نوز به گروه جادیان، اگر روش رید و رایت و اگزیکیوت داشتن، خواستم فقط اون رو بگیرم میتونستم بنویسم او منفی ایکس. اگه نمیدونستم چیه میتونستم بگم اوش دقیقاً، یعنی آدرش دقیقاً هستش رید، فقط رید، گروهش هستش رید، یوزر هستش رید و رایت و اگزیکیوت. چی زده بودم؟ یوزرش هست رید و رایت و اگزیکیوت، رید و رایت و اگزیکیوت، گروه فقط بهش خوندن داره، هر کسی عضو گروهی باشه که این فایل مال اون گروهه یعنی جادی، فقط بهش خوندن داره و بقیه هم بهش اینو دارن. میتونستم حذفش هم بکنم دیگه، chmod other منفی r hello، از other r رو هم گرفتم. اوکی، این یه روششه که روش در واقع مرسوم و آسونشه. روش تکنیکی ترش که خیلی از آدمای حرفه‌ای اونو استفاده میکنن اینه که من از اعداد اوکتال، اعداد 8 هشتی استفاده کنم. این چجوری کار میکنه؟ صفر یعنی هیچی نداریم، یک یعنی اگزیکیوت، یه بیتی یه بیته، بیت اول هست یعنی اگزیکیوت، دقیقا هم شبیه اینه. ببینین اگزیکیوت بیت اول، بیت دوم که رایته میشه دو، بیت سوم که ریده میشه چهار. باینری داریم میریم بالا، صفر یک دو چهار. حالا اینا رو با هر ترکیبی با هم جمع بزنین به اونی که میخوایم برسیم. یعنی چی؟ من میخوام chmod کنم فایل رو، همه دسترسی‌ها رو بدم به خود یوزر. همه دسترسی‌ها یعنی چی؟ execute یک اینجا بذارم،
دو تا برای W، 4 تا هم برای read. read 4ه، W 2ه، X 1ه. بقیه رو میتونید فقط جمع بزنید. 1 با 2 با 4 میشه 7. پس read و write و W میشه 7. سه تا عدد باید بهش بدم. 7. خود یوزر اولیش، دومیش گروه ها، سومی بقیه. مثلا 5 فقط read و execute دارن. خود یوزر میتونه read و write و execute کنه. read چند بود؟ 4 بود. execute 1 بود. پس به علاوه هم کنیم 5 میشه read و execute. بقیه هم فقط میخوام read داشته باشن، 4. پس اکتالش 8 هشتی شد، 754 روی چه فایلی؟ hello. هلو چی شد؟ 7. پس هر سه تا بیت رو داره. 5 فقط دو تا بیت رو داره، رید و این، در واقع رید 4 و اگزیکیوت 1 با همه میشن بیت اول و آخر، و فقط بیت بزرگترین بیت که 4ه. 754 اینو درست کرد. هر ترکیب دیگه رو میتونید درست کنید. این جدول حفظ کردن نمیخواد. حفظ کردن همون بیته. اولیش x، دومیش w، این آره. پس میشه 1 2 4. با هم جمع بزنین هرچی لازمه رو بسازین، سه تاشو بذارین بغل هم، هیچ پیچیدگی نداره. خب اینجا 751 مثال زدم. مثلا 751 execute رو به این داده فقط، 5 یعنی که execute و r، 7 هم یعنی همش. مرسوماش 666. 6 چی میشه؟ read و write. رو فایل های اجرایی 7 و 5. اگه مال خودتونه روش write هم میخواین 7، 5 فقط read و اجراست. اوکی؟ پس دو حالت هم یاد گرفتیم. میریم سراغ یه چیز پیچیده تری به اسم access mode. پیچیده تر نیست ولی در واقع کار راه اندازه. با این طرحی که دادیم مشکل چی میشه؟ من یه سری فایل پیدا میکنم که من باید بتونم توش بنویسم ولی نباید توش بتونم بنویسم. مثال مشهورش چیه؟ پسوردتون رو میخواین عوض کنی. گفتیم که یوزرها توی پس دبلیو دی هستن، یعنی یوزر جادی اینجا تعریف شده، ولی پسوردا توی ETC شادو هستن که اتفاقا ETC شادو رو قراره من نتونم ببینم. یوزرها نمیتونن ETC شادو رو ببینن که پسوردهای بقیه رو نتونن ببینن. قدیما یه هک خیلی مشهور بود که این شادو رو تعریف نمی‌کردن، ما میتونستیم تو پس دبلیو دی هش آدما رو ببینیم و دیکد کنیم. میتونستیم راحت پسورد آدما رو ببینیم اگه روی سیستمی هر لاگینی داشتیم. برای همین بردنش تو شادو. شادو رو من دیگه نمیتونم ببینم. ولی من باید بتونم پسوردمو عوض کنم. ببینم میذارم پس WD، میگه پسورد فعلی چیه بهش میدم، میگه پسورد جدید چیه، یه چیزی بهش میدم که امیدوارم یادم نره. You must choose a longer password. یه پسورد جدید دادم. گفت پسوردتون عوض شده. این پسورد چجوری عوض شده؟ فایل شادو رو دستکاری کرده. در حالی که من به شادو امکان خوندن نداشتم. چیکار میکنیم؟ بذاریم ببینیم این دستور پس دبلیو دی چیه. What is پس دبلیو دی؟ میگه پس دبلیو دی دستور برای change password. اوکی، فایلش کجاست؟ Where is پس دبلیو دی؟ میگه وقتی شما پس دبلیو دی رو ران میکنین، این رو ران میکنین. من بهش میگم که یه ls بگیر از اون پس دبلیو دی. چه چیز غیر عادی توش میبینین؟ من که جزء یوزر، من که یوزر روت نیستم، جزء گروه روت هم نیستم، درسته؟ ولی وقتی اینو ران میکنم، این به اون فایل پس دبلیو دی دسترسی داره، به فایل شادو ببخشید. چیز غیر عادی توش این اسه. لینوکس یه طرحی داده تو فایل سیستمش، تو دسترسی های فایل سیستمش، به اسم SUID و GUID. اگر یه فایلی اینجا S داشته باشه، SUIDش set شده. Set User ID یعنی چی؟ یعنی هر کسی این برنامه رو ران کرد با دسترسی ران میشه که این برنامه متعلق به اونه. در حالت عادی وقتی من یه برنامه رو ران میکنم با دسترسی من ران میشه. وقتی من LS میگیرم یه فایلی ران میکنم، ترمینال باز میکنم، دسترسی که من دارم داره ران میشه، درسته؟ شما یه کاری میکنین، خب دسترسی های من محدود کننده شه. ولی اگر بیت SUID ست شده باشه،
وقتی من یه دستور رو ران میکنم با دسترسی صاحب این فایل ران میشه، نه با دسترسی آدم اجرا کننده. چیز خطرناکه دیگه. این اگه شما یه فایل رو SUIDش رو ست کنین که خیلی هم کار آسونیه، اینجا براتون مثال اووردم نیووردم، میتونیم مثلا بگم که chmod user SUID برای ست کن روی hello lsl hello SUID اینو ست کردم، گفتم user براش یه SUID ست کن. حالا هر کسی این دستور رو ران کنه با دسترسی جادی ران خواهد شد، نه با دسترسی خود یارو. اوکیه؟ الان البته میبینین هیچ کی نمیتونه رانش کنه. بذاریم به بقیه هم دسترسی خوندن روش بدیم، بگیم که others هم دسترسی execute دارن روش. اینو چه زدم؟ other هم دسترسی execute دارن. الان جالب تر شد. الان هر کسی میتونه این فایل رو ران کنه. ولی اگه ران کنه با دسترسی جادی این فایل رو ران کرده، نه با دسترسی خودش. اینجا نسبتا بی‌معنیه چون جادی دسترسی خاصی نداره. به طور خاص تو روت خیلی مهمه. پس WD رو چون set UIDش به این شیوه که بهتون نشون دادم set شده، باعث میشه که هر وقت ران بشه توسط هر کسی که دسترسی اجرا کردنش رو داره با دسترسی روت ران بشه. همین اتفاق دقیقا میتونه توی گروه هم بیفته. یعنی من به جای اینکه user SUID بزنم، مال گروه رو میکنم S. حالا هر کی اینو ران کنه با دسترسی گروه هم ران میشه. معمولا خیلی مرسوم نیست SUID رو ست کردن. فقط در مورد SUID من اینم اضافه کنم که اگر SUID یه دایرکتوری رو ست کنین، عملا گروپ اون دایرکتوری به ارث میرسه به هر فایلی که تو اون دایرکتوری درست کنین. معمولا تو پروژه ها کاربرد داره. شما نمیخواین میخواین دایرکتوری داشته باشین که توش هر کی هر چی ساخت همه بتونن استفادهش کنن دیگه. در نتیجه همه رو عضو یه گروه میکنین، یه دایرکتوری براشون درست میکنین که تو اون دایرکتوری کار کنین، SUID گروپ دایرکتوری رو ست میکنین، در واقع گروپ آیدیش رو ست میکنین. SUID اصطلاح خوبی نبود، در واقع GUID دایرکتوری رو ست میکنین. یعنی من میگم که MKDir project مثلا با حال ترگونیم پروژیکت آلفا آرم دایر پروژیکت، من میگم که سی اچ مود کن گروپ سی او آی دی بذار. به این خاطر میگم سی او آی دی چون اسه، میگم برای گروپش اس بذار، ست گروپ آی دی کن پروژیکت آلفا. بذار این اول چیز کنم، من بعدیش نگه خوش چیز ندارم الان توش گروهی واسه این کار ندارم، همونو میریم. میگم تو گروپش اس بذار پروژیکت آلفا رو. حالا چجوری میشه؟ دی میزنم که خود دایرکتوری رو بگیره، نه محتویاتشو. این مال گروه این بوده، مال گروه جادی بوده. میتونم اینم عوض کنم، بگم ch own، هنوز ندیدیم این دستور رو، میخواستم این کار رو نکنم، adm پروژیکت آلفا. در واقع کردمش مال گروه ADM. پس الان من یه دایرکتوری دارم که گروپ SUID ست شده، واقعا نباید بشکیم GUID چون اینجا S ست شده برحال روی گروپ IDش. در نتیجه هر کسی توی هر این دایرکتوری هر فایلی بسازه، دایرکتوری بسازه، گروپ اون فایل دایرکتوری میشه ADM. این بهش به ارث میرسه به همه داخلش. این یه تریک برای پروژه کار کردن. من کافیه همه یوزرامو که تو اون پروژه هستن عضو گروه ADM بکنم. در نتیجه رو اون فایل دسترسی خواهند داشت، رو فایلای هم دیگه. دردسر نمیشه. اینم یه تریکی بود که پیشرفته است ولی یهو دیدین اومد. معمولا اینا تو زندگی عادی دیگه خیلی اتفاق نمیافته. تو حالتای خاصه. بسیار زندگی عادیتون چی باشه؟ در نهایت یه دونه اکسس مود خاص دیگر هم بدم. به اینا میگیم اکسس مود، به این استیکی بیت، گروپ آی دی و آخرش هم این استیکی بیته. چی میشه؟ شما یه دایرکتوری دارین، مشهورش همین جایی که من هستمه. من تو دایرکتوری تمپ سیستم هم هستم. همه یوزرها میتونن اینجا فایلای تمپوراری درست کنن. این چه حالت خاصی داره؟ میگم از خود تمپ به من نشون بده. ببینین دایرکتوری همه یوزرها، یعنی خود یوزرش، هر کی عضو گروه روته و همه یوزرهای سیستم روش،
RWX دارم، فقط این آخریش تیه، یعنی همه میتونن توش بنویسن، بخونن و پاک کنن. خب چی میشه اگه من بیام فایل شما رو پاک کنم؟ به همین خاطر یه چیزی به اسم استیکی بیت درست کردن، بیت چسبونکی. اینا همه اکسس موده. ما اس رو الان دیدیم، استیکی بیت هم میبینیم با تی. من اگر به یه دایرکتوری مثلا تو همون پروژکت آلفا بگم که chmod توی others تی رو بهش بده، یعنی استیکی بیت رو بده، به جای اینکه ایکس رو قبلا میدادیم که میتونستم دایرکتوری بگیرم، بگم اینو بده و بعد دایرکتوری بگیرم از پروژکت آلفا، استیکی بیتش ست شده. استیکی بیت یه دایرکتوری اگه ست باشه، درسته که همه آدم ها میتونن فایل های همدیگر رو ببینن و اینا، ولی هر کسی فقط میتونه فایلی رو پاک کنه که خودش صاحبشه، با گروه و اینا دیگه کار نداره. اینو درست میکنن که آدم ها نتونن توی یه محیط شیر فایل های همدیگر رو پاک کنن. استیکی بیت هم پس دید. یه مرور سریع بکنیم، ما سه تا اکسس مود دیدیم که برای تنظیمات سکیوریتی سطح بالاتر توی لینوکس استفاده میشن تو فایل سیستم: SUID, GUID و STKEY. یوزر رو اگه بهش اسم میدادیم، خود صاحب فایل رو، SUID رو ست کرده بودیم، هر کی برنامه رو اجرا میکرد با دسترسی این در واقع یوزر اجرا میشد، یوزری که STKEY بیت سته و اون فایل مال اونه، نه یوزری که برنامه رو ران میکنه. در نتیجه مثلا دیدیم برای روت ست میکردیم که بعضی دستورها وقتی ران میشن دسترسی روت داشته باشن. GUID دایرکتوری رو اگر اینجوری ست میکردیم، باعث میشد که توی اون دایرکتوری هر فایلی درست بشه، گروهش به ارث برسه، برای پروژه ها خوب بود. و استیکی بیت رو اگر میدادیم که در واقع آدرز رو تی میکردیم، این بود که هر کسی فقط بتونه فایلی که صاحبشه رو پاک کنه، مستقل از اینکه جزء گروه مشترکن. توی اوکتال ها هم اگه یادتون باشه که مثلا می نوشتیم 755، اگر بخوایم SUID ست بشه یه 4 میذاریم جلوش، اگر بخوایم GUID ست بشه یه 2، اگر بخوایم STKEY 1، در واقع 4000 2000 و 1000. میدونین که میتونیم با هم جمع بزنیم، اگه هم این هم اینو بخوایم باید بذاریم 6000 رو جمع بزنیم با عددمون، یا رقم اولمون رو بکنیم 6، اگه همشو بخوایم اینم میکنیم 7، هر ست های اینا ست میشن. از بخش خطر گذر کردیم. یه فایل اینجا با هم ساختیم، touch new file ls این new file باشید. این از کجا اومد؟ چرا من فایل جدیدی که میسازم این شکلی میشه؟ read و write صاحبش روش داره، هم گروهی های که فایل مال اون گروهی که الان جادیه read و write دارن، بقیه هم روش r دارن. این از کجا دیفالت شده؟ دستور umask این کارو میکنه. umask میگه که نمیدونم چرا umask برعکسه، شاید برای پرفورمنس بهتر یا چنین چیزیه، میگه چه دسترسی هایی نباید داده بشه رو این فایل. دسترسی 2 حذف شده رو این فایل برای others. اگه این بود میگفت در واقع اینجا هیچی نباید حذف بشه، هیچی نباید حذف بشه، هیچی نباید حذف بشه، 2 باید حذف بشه. اگزیکیوت اوتوماتیک نمیده، برای اینکه اصلا نمیدونیم این فایل اجراییه یا نه، این فایل اجراییه باید شخصا بریم بگیم این فایل اجراییه، یه حق نیست در واقع، یه فیچره. در نتیجه فقط رایت رو حذف میکنه. یومس که مشهور ما همینه که باعث میشه فایل ها این شکلی ساخته بشن. اینو بلد باشین تقریبا مهمترین چیزه. معلومه که اگه من یومس رو عوض کنم، اینم بذارم 2، این دبلیو هم حذف میشه. اگر این رو 2 رو جمع بزنم با 4 بذارم 6، این آر هم حذف میشه. چجوری میتونم عوضش کنم؟ با همین دستورا. یعنی میگم یومسک من 6ه. 6ه؟ نه. 0 0 0 6ه. حالا اگه یه فایل بسازم newer ls بگیرم، چون که دادم چیا باید حذف بشن، 6 در نتیجه 2 به علاوه 4 در نتیجه read و write تو آخری، پس از others read و write هم حذف شده. دقت کنین execute رو اینجا من نمیگم، اصولا میتونستم همین رو بگم عوضش کنم به این که 6 و 4 اصلا فقط. تاچ کنم چرت و ls بگیرم، تاچ فقط یه فایل خالی میسازه میدونین، ls بگیرم از چرت. خب چی گفتم؟ گفتم از اولی استیکی بیتینا که هیچی هست نشدن، حالت عادیه، هیچ اتفاق خاصی نمیافته. تو دومی گفتم هیچ دسترسی حذف نشه، پس خود یوزر read و write داره. تو سومی گفتم 4، یعنی چی حذف بشه؟ write،
read ببخشید. پس read حذف شده، write مونده. اینجا هم گفتم تو آخری 6، یعنی هم read رو حذف کن هم write. این you must میتونه مشخص کنه فایل های جدیدی که تو سیستم درست میشن چه دسترسی داشته باشن. اگر میخواین you must که یکی رو set کنین توی پروفایل و اینا میتونین بذارین دستور you must یه عدد. برای اینکه کامپیوترمو خراب نکنم من you must که استانداردم رو برمیگردونم. تو توضیح های مختلف یومسکا فرق میکنه ولی یکی از مشهورترین هاش 302. اوکی، پس فهمیدیم که فایل ها چجوری درست میشن، فقط مونده که صاحب فایل ها رو عوض کنیم. ما الان دسترسی ها روش عوض کردیم، صاحب ها رو عوض نکردیم. برای عوض کردن صاحب فایل دستوری داریم تحت عنوان chown. میگم که ls بگیر از hello. مال کیه؟ مال یوزر جادی تو گروه جادیه. من میتونم بگم chown ownership‌شو عوض کن. یادتونه قبلا chmod بود، مودش دست وضعیتش رو عوض میکردیم، الان اونرش رو عوض میکنیم. میگم اونر فایلم رو میخوام بذارم جادی و ADM. چه فایلی رو؟ hello sh. چون که من عضو گروه ADM هم، اینو میتونم بدم به ADM. الان اگه بگیرم جادی و ADM شده. قدیما یه نقطه هم میشد اینجا گذاشت ولی چون اسم یوزر میتونه یه نقطه داشته باشه الان دیگه هیچ وقت این کارو نمیکنن، خیلی کار بدیه. من میگم این رو بده اصلا فایل رو بده مادر روت باشه بره. میگه شما نمیتونین این کارو بکنید چون که من که روت نیستم که بتونم فایل رو بکنم مادر روت، باید حتما با سودو بزنم. چی شد؟ آها پسوردم عوض کرده بودم. خب ls-l hello فایل شد مال روت. الان اگه بخوام عوض کنم دسترسی به هر چیز دیگه‌ای نیاز به دسترسی روت دارم چون فایل مال روته. میگم دسترسیشو برمیگردونم مال جادی ولی گروهش تو گروه روت بمونه. پس دست فایل شد مال جادی، گروهش روت بود، پس chown بود. یه چیزی که همیشه استفاده میشه هم تو chmod یادتونه chmod اینجا یا یه عدد میزدیم یا از این یو به علاوه فلان اینا میزدیم، یه سویچی که هر دوتاشون دارن دش آره. دش آر میگه این فایل یا دایرکتوری یا مجموعه که بهت میدم و هر چی زیرشونه خیلی استفاده میشه. مثلا من دیدم اینه که همه یه فایلایی تو هوم من خب باید مال من باشن. اگر اشتباهی شده باشه در این مورد میزنم chmod chown ببخشید دش آر همه یه فایل ها مال جادی و گروه جادی هن توی هوم WLPIC هوم ببخشید هوم جادی WLPIC. میگم تو پروژه LPIC همه یه فایل ها رو همینجوری تا زیر هرچی هم دایرکتوری و ساب دایرکتوری و هرچی هست رو بکن مال جادی. اوکیه؟ یه فقط چیزی هم داریم که معمولا استفاده نمی کنیم، یه دستوره که فقط گروه رو عوض میکنه، change group. من میگم چینج گروپ کن به چی؟ مثلا گروه فایل بذار برگردونم مال خودم بشه، چینج گروپ کن به جادی فایل هلو رو. گروه فایل هلو رو بکن جادی ls-hl hello شد مال جادی جادی. چون صاحبش من بودم اجازه میده عوض کنم برش گردونم مال خودم. دقت کنید صاحب فایل مهمتره دیگه. کوش قبلش اصلا اینجوری بود؟ آره صاحب فایل جادی بود، گروهش روت بود. من گروه ها میتونم عوض کنم چون صاحب فایلم ولی اگه بخوام اینو بدم به یه گروه دیگه نمیتونم این کارو بکنم، حتما باید عضو اون گروه باشم. چرا؟ چون ممکنه جی یو آی دی ست شده باشه و وقتی رانش میکنیم با دسترسی اون گروه ران بشه، پس من الکی نمیتونم بدم مال اون گروه حالا من رانش کنم. خب تقریبا کارمون تموم شده، فقط یه کار داریم، اونم اینه که اصطلاحی تحت عنوان گروه اصلی. من وقتی یه فایل درست میکنم مال یه گروهه. ببینین آیدی من میگه گروه اصلی من جادیه. پس وقتی من الان تاچ کنم فایل من و ls بگیرم از فایل من، این میشه مال جادی. من اگه بخوام گروه اصلیم رو عوض کنم میتونم از طریق دستور نیو گروپ برم جلو. بگم نیو گروپ ADM. گروه اصلی من الان ADM. اگه بزنم ID به هم میگه که شما یوزرتون جادیه، گروه اصلی GID تون ADM. عضو این گروه هم هستین، از جمله گروه جادی که عضوم. حالا اگه تاچ کنم بگم فایل
جدید و ls بگیرم از فایل جدید، گروه شده ADM. در واقع گروه دیفالت هم رو عوض کردم. نیو گروپ جادی که کامپیوترم خراب نشه. الان دوباره من گروه اصلیم جادیه. من چند تا میتونم عضو گروه باشم، به همهشون دسترسی دارم، ولی وقتی فایل درست میکنم اون فایل مال یکی از اون گروه هاست. از طریق نیو گروپ عوضش کردم. نیو گروپ هم ADM دانش الان عضو ADM. میدونم که یه کمی درس پیچیده‌ای بود. تو زندگی واقعی خیلی به دردتون میخوره. قسمت‌های آسونه CH on CH mod executable کنیم و اینجور کارها. بقیه ریز کاریاش هم باید بدونین که اگه یه روز گیج شدین که خب من الان چیکار کنم، 5 نفری میخوان توی دایرکتوری کار کنن، دارم فایل هم دیگه رو پاک میکنن، بدونین که یه چیزی به اسم استیکی بیت هست که میتونه این مشکل رو حل کنه. چی یاد گرفتیم؟ دسترسی‌ها رو مدیریت کردن رو دایرکتوری ها و غیره، استفاده کردن از SUID و SGID و استیکی بیت که بهشون میگیم اکسس مود ها، میدونیم در مورد این که یو ماسک چیه، فایل کریشن ماسک چیه، ماسک دیگه میندازه روش برعکسش میکنه، 0002 فقط رایت رو از گروپ میگیره. مثلا بتونیم از فیلدهای گروپ هم استفاده کنیم برای اینکه روی گروپ ممبر ها اکسس داشته باشیم. دایرکتوری ها رو یه جوری ست کنیم که نتونن فایل هم دیگه رو پاک کنن، یه دونه استیکی بیت بدیم به گروه تو دایرکتوری که هر فایلی میسازن همه بهش دسترسی داشته باشن. chmod, umask, chown و change group رو هم دیدین که یه زیرشاخه از chown، سویچ بزرگش هم داش آر بود که ریکرسیف همه رو عوض میکنه. شدیدن امیدوارم نمرش رو بیارین چون تو طول زندگی معمولیتون هم خیلی به درد میخوره.